پیامبر اکرم صلی الله علیه و حتی چطور افرادی رو در نبودشون در صحنه ای نیستن یک ذکر خیر اونها میکنن تا به گوششون برسه این که پیامبر ذکر خیر شما رو کرد پیامبر از شما خوب گفت تا این باعث بشه که به شاید بیاد مسلمون بشه یعنی وقتی که صلح حدیبیه بود اتفاق شد بعد سال بعدش مسلمون ها اومدن برای عمره قضا در مکه افرادی بودند که اینقدر از پیامبر و مسلمان ها متنفر بودند که نمیتونستند اونها رو در مکه ببینند واسه همین این چهار روزی که مسلمان ها میان و ادای عمرهشون رو میکنن اونها مکه رو رها کردن رفتن خارج از مکه از جمله اینها خالد بن ولید بود ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم غیر مستقیم چطور خالد رو میکشند مغناطیس قلب ها پیامبر در... بعد از اینکه عمره رو به جا میارن عبادت به میدارن بعد صدا میزنن ولید رو ولید برادر خالد و مسلمون شده خالد کجاست؟ گفتند یا رسول الله خالد شنید که ما اومدیم مکه رو رها کرده و رفتیم فرمودن که من در, خالد یا عقلی میبینم که امیدوارم که این عقلش اون رو به اسلام بیاره نمیدونم که این عقلش کجا رفته که به سلاب تا الان اون رو به طرف اسلام هدایت نکرده و اگر خالد البته پیش ما بیاد خالد یک انسانی هست که به هر جا باشه قابل احترام هست و اگر پیش ما بیاد ما عزتش میکنیم احترامش میکنیم پیامبر به ولید نمیگه که این حرف رو برای خالد بفرست اما خود به خود این حرف تعریفی که میشه خب ولید برای برادرش باید این رو برسونه ولید هم یه نومی می خالد جان نبودیم ما اومدیم رفتیم شما نیستید اینجا و عجیبی چیزی بگم که ما در یک مجلسی نشسته بودیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خیلی از شما تعریف کرد و خیلی فرمودن که شما عقل بزرگی دارید و تعجب کرد که چطور عقل بزرگی تو رو به طرف اسلام نمیاره و گفته فرمودن که اگر شما به اسلام بیاید حتما شما رو اکرام خواهد کرد و عزت خواهد کرد و نامه رو گذاشت که یکی و برگشتن مسلمان ها برگشتن این آقایون رسید برگشتن به شهرشون و اون طرف اومد و به این نامه رو داد که ولید نامه ای برات گذاشته خالد وقتی نامه رو خوند روز بعدش اسبش رو سوار شد به سوی مدینه حرکت کرد یعنی اینی که این حرف پیامبر چطور دلش رو جذب کرد وقتی هم به مدینه رسید خبر به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رسید که خالد وارد شهر شده پیامبر اومدن استقبالشون و وقتی خالد اومد لبخند زدند و از دور خالد رو دیدن چهرهشون منور شد و خالد میگه که از لحظه‌ای که من دیدم لبخند می‌زدن تا وقتی که اومدم و دستم رو گذاشتم تو دست پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یعنی توی مؤمن باید فن و فوت دعوت و بدونی که چطور مردم به خودت به دعوت کنی چطور مردم رو با پیامی که به اونها میرسونی غیر مستقیم می پیامی به اونها میرسونی تا اونها رو به, به سوی خودت بکشی